سلام رفقای خوب، پایه و دوست داشتنی. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چرا سویچ کردم روی آیفون 15، یه خورده از تجربه کاربریم روی آیفون 14 بگم و اینکه کلن نظرم در مورد اینکه تو چه شرایطی آیفون بخریم چیه. مسعود اینجاست و آیفون 15 هم اینجاست و این چنل بی پروه. حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، مطمئن باشید چیزای خوبی توش هستش که به دردتون میخوره. بریم سراغ آنباکس آیفون 15. آیفون 15 آنباکسش مثل آیفون 14 که ویدیوش هم این بالا هستش، میتونید برید ببینید. چیز خیلی خاصی نداره، یه دونه جعبه ی آیفون 15 پرو هستش که درش رو باز میکنید، توش یه دونه آیفون 15 پرو. اینه کی رو هم میکشیم و امیدواریم که سورپرایز بشیم. خب چیزی که داریم میبینیم یه دونه آیفون 15. رنگش خیلی فوق‌العاده است و یه سری کابل و داستان ها. تایپ سی که خیلی قراره در موردش صحبت بکنیم. یه دونه از این کاغذها که وقتی برش میداریم زیرش یه دونه آیفون 15. دقیقا مثل آیفون 12 حاشیه ها مات هستن و این حاشیه مات که جای دستم همون ثانیه اول روش میمونه انگار جنگه، خیلی خیره کننده است. فیسش کاملا شبیه آیفون 14، پشتش دقیقا شبیه آیفون 14 و عمده تغییری که شما در ظاهر میبینید گفتم همون حاشیه گوشی هستش به اضافه تایپ سی که اینجا کار شده. بذاریمش کنار بچه رو، دلم باش کار نداره. یه کابل تایپ سی به تایپ سی و دیگه خبری از لایتنینگ نیست. یه کابل دو سر تایپ سی وجود داره که دیگه این دفعه دیگه پارچه‌ایه، یعنی اپل واقعا به خودش فشار آورده، ربات پاره کرده و اون کابل ضعیفی که همیشه گذاشته بود رو دیگه نذاشته. بذاریمش کنار و یه دونه کاتالوگ و لیبل اپل و بقیه داستانا که خیلی چیز هیجان انگیزی نیست. خب آیفون رو بذاریم کنار و حالا بریم سراغ این که من چرا انقدر سریع کمتر از 45 بود سویچ کردم روی آیفون 15. دلیل عمدش، بذارید داستان رو بچه ها اینجوری تعریف کنم. ازتون خواهش میکنم لطفاً تا آخر این ویدیو رو حتماً با من بمونید، مطمئن باشید نکته های خیلی جالبی قراره بهتون بگم. آیفون تا قبل از 15 که از تایپ در واقع از کابل تایپ سی استفاده نمی کرد، اتصال دستگاه ها بهش خیلی سخت بود. نصلا نگم خیلی سخت، یه جورایی واسه کاربر معمولی نشده. خب یعنی چی؟ من یه دونه میکروفون رود NTG دارم که الان رو هد همین دوربینیه که الان داره صدای منو ضبط میکنه. یه ویدیو هم قبلا در موردش ساختم، میتونید تو آرشیو ویدیوهای من نگاه کنید. این ویدیو این میکروفون قابلیت اینو داره که شما هم با فیش در واقع جک 3.5 میلیمتری ازش آدیو بگیرید، هم میتونید با تایپ سی ازش آدیو بگیرید. مخصوصا که اون تایپ سی بیشتر واسه اینه که شما به ریکوردر وصلش بکنید، به گوشی موبایل وصلش بکنید و کمکتون کنه واسه گرفتن صدای بهتر، چون گین بهتری داره. من یه دونه گوشی گلکسی S8 داغون شکسته پاره دارم که تایپ سیه، یعنی اولین نسلی از سامسونگ که تا با تایپ سی شارژ میشد و اون درگاه رابطش تایپ سی بودش. من این میکروفون رو با تایپ سی بس میکنم، با اون راحت دیتکت میکنه، میکروفون رو دیتکت میکنه، هارد اکسترنال رو دیتکت میکنه. بچه دقت کنید، هارد اکسترنال SSD بماند که حالا موتوری نداره که دیسکو بچرخونه و مصرف برق به مراتب پایین تری داره. هارد اکسترنال معمولی رو که داخلش دیسکی هست و میچرخه و نیاز به ولتاژی که داره، یه دونه گلکسی S8 سامسونگ اون هارد رو روشن میکنه، مدیاش رو میخونه. همین الان به صورت بیرول دارید روی حرفای من این رو میبینید، داریم تجربهش میکنیم. توی اپل با کابل لایتنینگ میکروفون رو میزنی بهش گوشی،
هارد اکسترنال بهش میزنی، SSD اکسترنال بهش میزنی، اصلا نمیتونی بفهمیش قراره تو چی کار پس بکنی. کارهایی که تو امسال تو 2023 کردی سامسونگ توی فکر میکنم 2017-2016 داشت انجام میداد. یعنی شما تو سال 2016 با تایپ سی گوشی سامسونگ میتونستی همه این کارها رو بکنی. حالا نکته جالبترش رو بهتون بگم. نکته جالبترش اینجاست. میخوای یه دونه هارد اکسترنال رو با آیفون 14 یه گوشی 2022 با تکنولوژی 2022 بخونی. بعد یه دونه هاب بزنی بهش به پورت لایتنینگ آیفون 14 پرو. اون طرف دو تا به تایپ سی بده یا دو تا یو اس بی بده که یکی از یو اس بی ها رو بزنی به اون هارد اکسترناله، بعد از این طرف به اون یکی یو اس بی یه دونه آداپتور بزنی که پاور دلیوری این هارده بشه، برق این هارده رو تامین بکنه. جمع کن بابا، مگه کار کردن اینجوری میشه؟ من کاربرم دیوایس تو رو خریدم، دوست ندارم مثلا از آیکلاود استفاده بکنم. حجم ویدیوهایی که من با آیفون دارم ضبط میکنم به قدری بالاست که اگر من بعد حتما برم گوشی 1 ترابایت بخرم. اگر قراره که همه برن یه به خاطر حجم ویدیویی تو یه گوشی 1 ترابایت بخرم، پس 256 و 500 رو برای چی گذاشتی؟ فازت چیه؟ اگر قراره بریم آیکلاود بخریم، پس قیمت آیکلاود چرا پرمانتش انقدر گرونه؟ بنابراین این موضوع این شکلیه که خیلی اذیت کننده است. مثلا واسه نصب میکروفون میگه که حتما تو باید از کابل رود مثلا CS15 استفاده کنی و فقط با اون کابل USB به لایتنینگ که میکروفون تو وصل میشه به اپل، در صورتی که تایپ سی به تایپ سی کاملا یه کابل استاندارد تعریف شده است. و به جون اروپایی‌ها دعا بکنیم که اپل رو مجاب کردن که از تایپ سی استفاده بکنه روی گوشی هاش و این اتفاق روی 15 افتاد. یکی از دلایلی که من سویچ کردم روی 15 پس شد این ضعفایی که ما توی نسل‌های قبلی داشتیم. مربوط به 14 هم نمیشه، 13، 12، 11، X همه‌شون به واسطه کابل لایتنینگی که داشتن این ضعف رو داشتن. مورد بعدی که وجود داره اینه که توی آیفون 15 شما یه تکنولوژی جدید رو تجربه میکنید که فکر میکنم برای بار اول روی موبایل اومده و شما با دوربین آیفون 15 میتونید تصویر لاگ ضبط بکنید. حالا کسایی که کار تصویر انجام میدن اینو خیلی بهتر میفهمن که شما میتونید تصویر لاگ ضبط بکنید، دیتای بیشتری، نور بیشتری، نور کنترل شده یه بهتری و رنگ، دیتای رنگ بهتری به اضافه حالا اون دمای رنگ و خیلی جزئیات بیشتر دیگه ای رو به واسطه یه لنز روی سنسور میشونه و آنالیز بهتری داره و در واقع شما بعداً توی تدوین و کالر کارکشن دیتای بیشتری داری و بیشتر میتونی روی رنگ ها و تصویر بازی بکنی که این رو شما فقط روی دوربین های دیجیتال نسل جدید میتونید تجربه بکنید تصویر لاگ رو. و فکر میکنم اپل برای بار اول لاگ رو آورده اضافه کرده. و نکته بعدی این که یه ویژگی روی آیفون 15 وجود داره که شما میتونید در حالی که تصویر برداری میکنید برای گوشی تعریف بکنید که موقع تصویر برداری این ویدیویی که داره ضبط میشه رو روی یه دونه هارد اکسترنال که با تایپ سی بهش بس میکنید، مثلا روی یه دونه SSD اکسترنال بریزه، که ما این رو حتی روی دوربین های فوق حرفه‌ای هم فعلا نداریم. فقط یک برند هستش به اسم بلک ماجیک که اینا میگم باز کسایی که کار تصویر میکنن برند رو میشناسن. بلک ماجیک این قابلیت رو داره که شما میتونید به صورت مستقیم SSD اکسترنال بهش بس بکنید و تصویر رو مستقیم روی SSD اکسترنال بریزید. حالا تست اینا رو هم حتما من توی ویدیو بعدی بهتون نشون میدم و دیگه خیلی اضافه گویی نمی کنم. آنباکس آیفون من همیشه به نظر من خیلی چیز هیجان انگیزی نیست. اصلا کلن آنباکس الان آنباکس موبایل به نظر من چیز هیجان انگیزی نیست، چون خیلی چیز خیلی قابل توجهی توش وجود نداره. اضافه گویی نکنم بچه ها، وقتتون رو نمی گیرم و تا ویدیو بعدی بدرود.